بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ثم الصلاة والسلام علی حبیب اله العالمین و اشرف السفراء المقربین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امام سجاد سلام الله علیه 34 سال بعد از حادثه عاشورا در مدینه زندگی کردند و بسیاری از مطالب مهمی که داشتند از طریق دعا و با زبان دعا منتقل کردند برای جامعه اسلامی. یکی از این دعاها و فرازهای بلند این آموزه‌های دینی دعای مکارم الاخلاق هست که در صحیفه سجادیه دعای 20 هست منعکس شده و یک دوره در حقیقت آموزش درس اخلاق هست در این دعا. خیلی زیبا مثلا یک فرازش میگویند: اللهم البسنی زینت المتقین، خدایا لباس متقین رو به من بپوشان. بعد خودشون 20 مورد از ویژگی های لباس متقین، تار و پود این لباس متقین رو ذکر میکنند. خیلی هم شنیدنی است. اما بحث امشب ما این است که اصول استفاده از عمر، طول عمر بخوایم از خدا یا عرض عمر، خدایا طول عمر به ما بده، خدای عمر ما رو طولانی کن. اما هیچ وقت از خدا نخواستیم خدای عرض عمر ما رو زیاد کن. امام سجاد در این فراز دعای مکارم الاخلاق یک جمله ای دارد بسیار آموزنده است. ایشان همین رو میفرمایند، میخواد به ما بگوید که عرض عمر از طول عمر مهمتر است. طول عمر سخن از کمیت است، عرض عمر سخن از کیفیت است. میفرمایند: اللهم عمر ما کان عمری بذلتا فی طاعتک فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاغبذني. ما از خود کار کنیم بخوایم عمر به ما بدهد یا ندهد، عمر طولانی باشه، با کمیت باشه، با کیفیت باشه، چه نوع عمری از خدا بخوایم. بله، عمری باشد در مسیر اطاعت خدا، بندگی، عبودیت، طاعت، خیلی خوب، طولانی هم باشه. اما اگر عمری باشه چراگاه شیطان مرتع، خداوند عمر من رو طولانی کن، اللهم عمرنی، خدای مرا معمر، یعنی عمر مرا طولانی کن، تا که به شرطی ما کان عمری بذلتن فی طاعت، یعنی به این شرط خدای من از تو طول عمر میخوام که عمر من بذلتن فی طاعتک باشه، در راه طاعت و اطاعت و بندگی بودیت باشد. فاذا کان عمری مرتعا للشیطان فاغبذنی، اما خداوندا اگر من مرتع شیطان شو، مزرعه شیطان شو، چراگاه شیطان شد، فاقبزنی، مرا قبض روحم کن، جان مرا بگیر، چشم من شد شیطانی، گوش زبان شیطان، فکر من شد فکر شیطان، اصلا مرکز ماندهی بدن من تسخیر شد و از اونجا فرمان میدهد. قرآن یک آیه دارد بسیار عجیب: تنزل و شیاطین علا کل افاک نفیم. تنزل و اصلش بوده تتنزل، یعنی باب تفعل، تفعل یدل علی الاستمرار، یعنی مستمرن آنگوینگ شیاطین، شیطان در مرکز فرمانده انسان رسوخ میکنه و از اونجا مستمرن فرمان میده به چشم، به گوش، به دست، به پا، به اعضا، به جواره، این کار رو بکن، این کار کن، اصلا بر خود انسان مشتبه میشه. به جای اینکه تنزل الملائکه بر روح باشد، مقابلش شد تنزل شیاطین علی کل افواک. عرض کردیم نگاه ما به عمر چگونه است؟ یه نگاه فرصت یابه یا فرصت سوزه یا فرصت طلب است که من در محرم شده. سه جور نگاه میتونن به عمرشون بکنن: یا فرصت یاب، یا فرصت سوز، یا فرصت طلب. تا چه باشی؟ اگه فرصت یاب، بله، فرصتی در زندگی پیدا شده، زمینه ای، سفره الهی پهن شد، توفیقی است به سر آمد، خب صحنه کربلا آمد، حر ابن یزید فرصت یاب بود، اومد بهش برای خودش ضمانت کرد، این شد فرصت یاب. مسجدی برپا شد، این فرصت یاب، بیام خدمت کنم، بیام به خدا نزدیکتر بشم، آخرتم رو آباد کنم. عمرنی ما دام عمری بذلتن فی طاعتک، این عمر من یه فرصتی است، این فرصت رو یه فرصت یابی کنم، نه فرصت سوزی. فرصت یابی، خب در مقابلش فرصت سوزی، فرصتی خوبی پیدا شد اما از دست داده. عبید الله ابن حر جعفی، چون تو لشکر عمر سعد هم نبود اما با یاری نکرد،
امام حسین هم یاری نکرد، پس ایشون فرصت سوز بود. یعنی بعد رکاب امام حسین هم نتونست، موفق نشد، و لذا تا آخر عمر نهیب میزد، خودش رو سرکوب میداد، میگفت یا حسرتن یا نفس، یا حسرتن علیک، حسرتن علیک، حسرت باد بر تو، ای وای حسرت و ندامت، ای نفس که چرا نتونستی این فرصت رو از دست ندی، فرصت یابی بکنی، فرصت رو بتونی خوب استفاده بکنی. این مهم است. یکی از اسامی روز قیامت حسرتن علباد، 70 تا اسم دارد. یکی از اسامی روز قیامت حسرت، روز حسرت. خب فرصت یاب، فرصت سوز، فرصت طلب، اون خیلی بده دیگه. انسان به خاطر منافع و مصالحش بیاد فرصت طلبی بکنه از یه چیزی، حالا مثالش تاریخیش مشهور که ایشان فرصت طلبی کرد، در حقیقت آمد برای اینکه ملک ری برسد، اومد و در مقابل فرزند رسول الله قیام بکنه و شمشیر بکشه. من به شما گفتم که یکی از اسامی قیامت حسرت است. آیه در قرآن داریم، ربنا اخرجنا نعمل صالحا انا موقنون، این آیه قرآن است. خدایا ما را از این حالت خارج کن، ما را از این عذاب برهان، ما را از جهنم آزاد کن، اصلا ما را از قبر و برزخ نجات، ما را برگردون به دنیا. اخرجنا نعمل صالحا انا موقنون، ما به یقین رسیدیم. موقنون ها و اخافک مخافت الموقنین، موقن یعنی کسی که به مقام یقین رسیده باشد. انا موقنون، ما اهل یقینیم، ما عمل صالحنا اخرجنا نعمل صالحا انا موقن. خدای از این حالتی که هستیم، از این بستری که برای ما تهیه شده، یعنی فراهم اومده است، ما رو خارج کن، ما عمل صالح انجام میدیم، خوب میشیم، فرصت یابی میکنیم، اطاعت میکنیم، همین عمر ارزمون رو، ارز عمرمون رو زیاد میکنیم. اما جواب چی میاد؟ اولم نعمرکم، آیا به شما عمر ندادیم؟ یعنی طول عمر به شما طول ندادیم که شما ارزش بهش ارز ندادیم؟ عمر دادیم 50 سال، 100 سال، 200 سال، 60 سال، 20 میکنه. به شما یک طول عمری دادیم، اولا مرکم، اما شما دستسوزی کردیم. از این طول عمر بهش عرض ندادی، کم میگه. خب حالا من برای اینکه بحثم بیشتر کاربردی بشه، اونایی که یادداشت میکنن چندین نکته، 5 نکته رو نوشتم برای که اصول استفاده از عمر، یعنی راهکارهای عملی برای استفاده از عمر. این نکات خیلی مهمه. انسان بالاخره عمر ما حالا 40 سال، 50 سال، 60 سال، کمتر بیشتر، آن که تمام شد تمام شد. چه کار بکنیم در این مسیر طول عمر برای اینکه ارزش هم زیاد بشه، برای اینکه همون جمله فراز بسیار دلنشین امام سجاد علی ابن الحسین زین العابدین فرمودن، خدای به من عمر بده، طول عمر بده، اما به شرط که این طول یه عرضی هم داشته باشه. عرض این طول بذلتن فی طاعتک، اگر این طول عمر در راه طاعت شد، وقت عرضم پیدا میکنه، عرض عریضی هم خواهد داشت. عرض عریضیش که جنتون عرضو هست سماوات و عرض، میدونید بهشت عرضی هم دارد، اما از طول بهشت سخن نمیگوید قرآن. این نکته بسیار عرفانیه، جاش اینجا امشب نیست. قرآن میفرماد که جنت عرضها السماوات و الارض، عرض جنت آسمان ها و زمین است، پیش که دیگه هیچ به ما، سخن از عرض است. عرض بهشت آسمان ها و عرضها السماوات و الارض. خب حالا عمر ما یه طولی دارد، میخوام عرض بهش بدیم، بذلتن فی طاعتک، این در راه طاعتش شد و خیلی عرض عریضی پیدا میکنه، عرض عریض جنتی پیدا میکنه که سماوات تا شیطان شد، اگر چراگاه شیطان شد، اگر فرماندهان تحت سلطه خود اون طول عمرم تازه میشه ننگ من، تازه اون خود اونم میشه خسارت، خود اونم بدتر به ضرر من خواهد شد که حالا اشاره میکنه. خب یک، پس نکاتی که کارهای عملی و استفاده ها در اصولی که در زندگی و در عمر که میتواند عرض عمر ما را زیاد کند، تیتر بحث من. یک، تدارک، بحث تدارک، استدراک، تدارک، یعنی انسان عمری که ما فاته مزا، ما مزا مزا که رفت رفته دیگه، حالا 40 سال، 50 سال، تقویم 89 تمام،
سال 89 رفت. ببین سال 90 که در راه است اون چه میشود. ببینید فتدارک ما بقی من عمرک، قصوری داشته، تقصیری داشته، اشتباهی کرده، انحرافی، خطایی، اینو جبران بکنه. در همون داستان عاشورا سلیمان ابن سورد خزاعی خب به امام حسین یاری نرساند، نتونست، نیومد، از کوفه به کربلا نبود در میان اصحاب. اما بعد از خواب غفلت بیدار شد، تدارک کرد، اومد مردم کوفه رو جمع کرد. مردم کوفه هم اینجور نمیست که حالا میگن الکوفی لا یوفی، حبیب المظاهر اهل کوفه بود، همین سلیمان ابن سورد اهل کوفه بود. جماعتی که با اینها را دادن و رفتن کنار قبر حسین گریستن و شمشیر برکشیدن و توبه کردن و قیام کردن، البته همه هم شهید شدن. البته همین کوفی ها بودن. حالا اینجوری نیست که همه اهل کوفه میگن الکوفی لافی کوها، ما اهل کوفی نیستیم، علی تنها بمان. هر دو کوفه حبیب مظاهر. حالا این سلیمان اومد جمع کرد منو گفت مردم کوفه میدونید چی کار چی شد، میدونید چه اتفاقی افتاده؟ فرزند زهرا سرشو بریدن، پاره تن رسول الله رو. فتوبوا الی بارئکم انما مثلکم که مثل بنی اسرائیل، شما مثل بنی اسرائیل شدید، به جای خداپرستی گوسفندان شدن. 60,000 طبق روایتی 600,000 بنی اسرائیلی اومدن دور این گوساله طواف کردن به ایمان خدا. توبوا الی بارئکم، توبه کنید، تدارک کنید، تدارک کردن. پس ببینید به عمر کردن، حرکت کردن پیش به سوی کربلا. حالا اول ظاهرم اینا بود از حبیب قبل از جناب جابر بن عبدالله انصاری. این گروه سلیمان بن سرد خزاعی آمدن کنار قبر شهدا، اونجا عشق ریختن، روزه خواندن، ماتم کردن، توبه کردن، تدارک نمودن، از اونجا به سوی در حقیقت مبارزه. خب همشون البته شهید شدن، ولی این تدارک شد. حالا با اینکه اینا در کربلا نبودن اما تدارک کردن. پس نکته اول خیلی مهمه در زندگی، این چهار قیامی که بعد از کربلا در حقیقت کوفیان بود، یکی بعد توابون اسمش توبه کردن، توبو الی بارئکم آیه قرآن، و خروج دختر هست که این روز بعد توبه و تدارک که شب جمعه هم شب توبه است. ممکنه یه سوال اینجا مطرح بشه که آقا اگر شما میگید راه توبه باز است، خود این افراد رو تشویق به گناه میکنه. اگر شما راه توبه رو باز بگذارید، ممکنه آقا صد بار اگر توبش کردی باز آی، شکستی باز آی، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آی، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبش کردی باز آی. این چگونه است؟ آیا خود این باز بودن راه تدارک و توبه انسان رو جری نمی کند بر ارتکاب گناه و معصیت؟ یک سوال است. جوابی که خیلی اینجور نیست، اتفاقا عکسشه. راه یعنی وجود تدارک و توبه اتفاقا ذریب اطمینان رو در برابر گناه زیاد میکنه. چگونه؟ اگر معلمی به بچه بگه، به محصل بگه فقط یه امتحان از تو میگیرم، همین یه امتحان بیشتر نیست، اگر رد شدی دیگه رد شد، اصلا دیگه هیچ امیدی نیست که اصلا ادامه تحصیل بدی. من که بعضا درست بعضا معلومه دیگه مشخص. اگر خدا بگه اگه شما بودی خب بهتر جری میشه دارم، حتی اصلا دیگه سراغ کار خیر نمیره. حمید ابن قحطبه 60 سید رو یه شب سر برید، یه گناه بزرگی مرتکب شد. ظهر رمضان هم شروع کرد مشغول خود.